سلام چی بزنم اینم بزنیم آ آره خیلی مهمه سلام چطوری خوابت میاد یه خمیازه فکر کنم زیری سلام. رد کردی الان نه این گشنگیه گرسنته قرار گرسنته چیز نداری یا پرفورمنس نداری یه ذره اذیت میشه الان به لرزه يس... سرما هم میرزن تو گرستت میشه میلرزی اون فرهاد هفته اون... میلرزی آره میلرزید؟ چیز میشه زف میکنی چی خوردیم هفته پیش؟ و... رو... اه... اه... آه... رفتیم اه... سموک آه... بالود استرانیم رفتیم سموک حالا اسمه اسم رستورانه آره چه خبر؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتی؟ سلامتی بله بد نیست تو uh, امروز صبح رفتی ماشین تو بیمه کنی من امروز رفتم ماشینم آره چند روزش هم گذشته بود مثل یه آدم رفته بود میتونه از پلیس بگیرت تاره خب نگرفتی نه آره. مثل این که اگر که داری میری سمت جایی که بیمه کن میتونی ماشین اگه بیمه نباشه اگه داری رفته رو... رف... بودم با آها رفته بودی اما الان جیمی که میری فاصله زیاد شده فقط تنبل بودی با ماشین رفتی یا آها نه با این جیمه رو با ماشین بری از اینکه اون یکی شعبهش رو پیاده بری سریع تره متوجه شدی با ماشین مثلا پنج دقیقه میرسی پیاده ده دقیقه باید بری آها قصه بودی دیگه رفت یه شعبه دیگهش الان جیم اینا چجوریه شلوغه عالی شلوغ عالی شلوغ یعنی چی خیلی شلوغه آها. دو فریخته این اون نه در حالا چی چی کسافت جیم میدونی دیگه محیط کسافتیه خب مثلا میری اون دوشک و میاری تو نمیدونی مثلا چه آبی اون رو ریخته بعد جانم دیگه از همه جاش عرق میاد عرق موقع میاد اینجا همه جا افتضاح بعد مثلا وزنه ور میداری تو نمیدونی <laughs> کیا دست زدن که حالا مثلا ورمی داری تمیزم میکنی؟ این بار رو تا حالا تمیز کردی اون که چه رو ببینی؟ نه توش آخه اون بره. نمیدونی اف... که از آهنه یا از کسیفیه واقعا نمیدونم نه اصلا جای دست رو آهن مونده اونجا کثافته کلا خیلی محیط کثیفه اگه... حال میده یه حس خوبی بهت میده چون میدونی بعد مقاوم داره میشه <تصفح> اون <تص تو پس تو از دو جهت داری مقاوم میشی اون من به ایمان گفتم میگه من این چند وقتی جیم رفتم هنوز نگرفتم نشون میده که واقعا واکسن کار کردن چون احتمالی که اون محیط ویروس توش نباشه صفره آره حتما توی اون محیط ویروس هست ولی دقت این از موقعی که جنگ شده دیگه هیچ کس نماده کنه اصلا صحبتی نمیکنه دیگه. اصلا دیگه مهم نیست تقریبا یه ذره خیلی دیروز نه دیروز بود یا پنج شنبه. دولت کانادا یه سری محدودیت, محدودیت, ها رو برداشت نسبت به کرونا الان شما میتونید بدون ماسک هر جایی که میخواین برید مکان های عمومی میتونید بدون ماسک برید دیگه چه محدودیت هایی رو برداشتن چند هفته دیگه هم رستوران میرید پاسپورت واکسن آره اینجا یه چیزی هست به نام پاسپورت واکسن که شما وارد هر رستورانی میشین و نشون بدین که دو تا دوزتون رو در واقع زدید با حالا یه کارت شناسایی چک میکنن و بعد اجازه میدن بشینید بعضی جا یعنی مهم نیست شما رستوران ایرانی که اصلا چک نمیکنن خیلی جالبه من هفته قبلش یعنی فکر کنم یه شنبه بود یا یه شنبه رفتیم یه رستوران ایرانی اینجا با خانواده مثلا تعدادمون زیاد بود و اینا این که الان دیگه نیست که فقط 6 نفر میتونن سر میز بشینن چون نه ما 36 نفر سر میز نشینیم نه حالا شب واقعا 20 نفر بودیم <تصفح> راحت حدی داره یه چیزی ها. ما 20 حالا نفر رو رعایت کنید بعد توی رستوران که هیچ کدوم از گارسون‌ها ماسک نزده بودن ای. هیچ کس اصلا عجیب چند شب رفتین هفته پیش یک شنبه فکر کنم هنوز اینا نیومده آره باید اول اسم رستوران رو میگی خیر بعد بله. یه دانتون <applause> <applause> بعد خیلی خیلی عادی بعد که اومدیم تو من پاسپورت من یه اپیه رو یه اپی رو گوشیتونه درآوردم که بهشون گفت نه نه اصلا نیاز نداره بفهمین گفتم که تش مرسی خیلی ممنون و رفتیم و بعد یارو هم خیلی مثلا موقعی که میواد غذا رو بذاره دیدی که سنگین مثلا بشقابای چیز شد میشد اینطوری از روی من مثلا زیر بغلش اینطوری میمالیم تو صورت سیویلا رو تو رو قرآن بیخیال تا دقیقا تو رو بزن اینطوری خودتو میمالی به ما ولی الان دیگه نیاز نیست ولی یه ذره خی... من احساس میکردم بهتر بشه چون که مثلا قبلا اینطوری بود که بعضیا ضد چه میدونم اینجا خب الان دو دسته شده بودن دیگه یه سری خیلی مثلا طرفدار واکسن و در واقع علم و اینا بودن یه سری ها ضد واکسن و حالا این تعطیلی هایی که وجود داره و این ریستریکشن که وجود داره بودن بعد بعضی موقع مثلا برخورد این دو گروه با هم ذره آکوارد میشد مثلا میرفتی یه جا با اینکه قانون بود طرف مثلا ماسکشون نمیزد بعد به تو هم عجیبی نگاه میکرد که اگه مثلا ماسکتو زده باشی اینا تا آقا من هفته پیش با فرادی همچین تجربه ای داشتیم بعد آقا جونم براتون میگه که الان که این چیزا رو برداشتن الان یه جوری عجیب تر شده یعنی مثلا من دیروز رفتم توی آسانسور خب الان دیگه قبلا اینطوری بود که فقط دو نفر میتونن تو آسانسور دیگه الان اینا رو ورداشتن دیگه هر چقدر گله ای میرزن تو آسانسور پس مثلا چهار نفر بودیم دو نفر رو ماست داشتیم دو نفر نداشتن. منم نداشتم به من تو بودم که نکنه الان مثلا من با ماسک داشته باشم مثلا دارم کار اشتباه میکنم و اینا الان میشه. بدتر شده برا من همه چی به درست میشه اون که 100 درصد و مثلا تو این چند روز که ماسک هم نزدیم مثلا پنج جمعه و شنبه اینطوری بود که مثلا میرفتم بیرون احساس میکردم که خب معنیزی نیست یعنی میگشتم دنبال ماسک پنج بودم که خب نیاز ساعت... وجود نداره آره چهار روز د... سه روز دیگه میشه دو سال بله که از خونه شما نه خونه کار میکنی نزدیک آ... های عید بود دیگه نوز... دقیقا 15 مارچ 2019 ما آخرین باری که رفتیم 19 هم رفتیم فوتبال این 19 هم مارچ رفتیم فوتبال بعدش اید بود یعنی قشنگ مثلا اید عید من اومدم خونه تو یواشکی تو آره. ماهی با سبزی پلو دادی به ما آره یارش دو سال پیش اون وقت بودیم هنوز امید داشتیم بله آره یارش بخیر آره الان خلاصه قوانین یه ذره شلتر شده الان داره همه چی به حالت عادیش برمیگرده دیگه خیلی جدی آره و الان نمیدونم که برای مثلا توی هاپی ما بشینی هم دیگه نیازی به ماسک نیست احتمالا نه دیگه محیط سر بسته تا ورینت بعدی بیاد بله. نیاز نیست, نیست. آه. فکر کن نمیدونم اونا ایرلاین ها باید دیگه تصمیم میگیرن آره. تا ورینت بعدی من حالا قبلا اینطوری بود که تو مدتی که ماسک میزنیم اینطوری بودم که آره اگه دیگه برای دیگه مثلا نمیذارم اون خسیو ولی الان یه جورایی دلم برای میشه هر از گاهی یه مثلا تو سر کاور بود دیگه اوه. آره بود. بعد یه حس مثلا تمیزی خوبی هم بهت میداد توی که خب من الان ماسک زدم دیگه الان هیچی نمیتونه آره. منو مریض کنه ولی خب فرد کووید هم دست میزدیم به اون ماسک من که خودم مثلا هزار بار به اون ماسک که تو جیبم بود توشو. دست زده بودم به هر میای در بیاری فلان هزار شده دست و مثلا الان اینطوریه که جام تو سوار ماشین میشی میخوای دست تو تمیز بکنی من به قبل فکر میکردم دست نمون نمیشو. واقعا کسی دست ما می رفتیم رستوران فرهاد همیشه ما همیشه دست فرهاد دست نمیشد فرهاد دست. دست. اصلا کلا تا حالا خودش هم نشسته دین لباساشو که میدونیم نمیشوره حالا نیست بیا پشت سر کنیم لباساش نمیشوره میترسه خراب بشن علو برای که نمیشوره ما یه بار دیدیم کاپشنشو لیست زد بعد اون دیگه تپخاله شروع شد <applause> فیلمش هست بعد خوبیش که الان نیست و اپیزودم هم نگاه نمیکنه آره ما چی بگیم نمیشه لباساش ولی خوب نگه میداره بخاطر اینکه نمیشوره نمی نمی خودت هم نشوری خوب نگردش ولی بو بعدم نمیده میدونی چه مثلاً مثلا میندازه جلو افتاد. یا علمن تیشرت داره بعد مثلا این تیشرتی که میخره میپوشه بعد دیگه نمی پوشه تا دو سال بعد بعد اونجا من ظاهر میشه اون تیشرت رو میگیرم بعد تو اینا رو میگیری یه بار بشور <applause> آره چون شاید واقعا میده خوشویی خوشویی <applause> خوشوی اینجا خیلی گرونه اگه واقعا گرون نبود من برای اینکه بتونم لباس همه ایزاره بهتر ازشون نگهداری کنم واقعا میدم خوشویی توی ا... تو ایران بیشتر مود بود که لباس ها رو بدن خوشویی ولی اینجا واقعا خیلی کم پیش یه میاد یه کابشن فرهادت فرهادت چند وقت پیش داد سی دلار شد خوشویش ولی ایران مطمئن کمتره خیلی از سی دولار کمتره گرونه الان آره ولی من یادم مثلا ما قبلا که ایران بودیم زیاد میدیدم مثلا اتفاق بیفته آره اونجوری عجیب غریب نبود آره یعنی آره آره خیلی رایج 10 بار بدی میشه پول کاپشن دیگه نه اینجا که واقعا نمی اینجا مثلا سال یه بار بدید خب بعضی قبلی که بدی تو چقدر میشورید من اون سیج تا دو سه سال کاپشنم داشتم نشستم بر اولین بار هستم بعد به فاصله رفتیم اونجا آتیش بود مجبورم یه بار یه بار دیگه بشوری اون چی تو <تص> ماشین لباس این بده بریم سر اپیزودمون صبح داشتم راه میرفتم تو خیابون دیگه که اینجوری من نگم که تو چشم فوش داشت میداد خواستم یه اینجوری برای چی به تو فوش میدا ای دیوونه ها که راه میرم فوش میداد اینجا زیاده اینجا, اینجا خیال راحت یارو نمیزنه اینجا کسی وجودش نداره بزنه دادش اینجوری تو چشم اینجوری داشت فوش یه چکنی بعضی ماها میزنن بعضی یه ها دیدی زدت شتک بزنه تو میتونی بزنی بستگی به دراگشون داره آره بعد بزنه با خیلی تو بهش بزن خیلی حال بدی داشته باشه من شنیدم اوکی بود. اینایی که مت میزنن حتی اگه جسه کوچیک داشته باشن یه جوری میزنن جدی میگم پس کانسله اینجا با کسی فاک نکنید اینجا یه ممکنه یه هفتی رو بکشه بیرون داشت که بعد توی اپیزود اعلام میکنم برو بریم سیم نداره سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان این برنامه در کنار من کارون و فرزاد نشستن سلام سلام این اپیزود اپیزود 317 ماست طبق روال اپیزودهای گذشته که یکیش در مورد در زندگی خودمون جالب هفته و خیلی خیلی گفتگو محوره اینم به همون منواره من بازم یه تشکر کنم از بابت لطفی که به ما داشتن دوستان توی هفته گذشته روی ویدیوهای یوتیوب به مراتب حالا اعداد ارقام بالاتر رفته تعامل بیشتر شده تعداد کامنت ها بیشتر شده تعداد کامنت های معنادار داره بیشتر میشه دمتون گرم خیلی 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 ممنونیم ازتون چیه چی خندی؟ معنادار یاد <تصفح> <داده> اون سری <تصفح> افتادم که من یه بار گفتم بعدش اپیزود بعدی واقعا خیلی معنادار داشت آره پاراگراف نوشتن آره, آره خلاص اگر که دوست دارید کارون حال کنه کامنت های معنادار برام بذارید نسبت به یه تشکرم هم میکنم همیشه حالا ما یوتیوب رو میگیم خب خیلی خوبه خیلی مثلا, مثلاً بردم جایی رو. نه نه ولی خب مطمئنا افراد تو اپلیکیشن های دیگه هم گوش میدن حالا صوتیشو آره و اونم خیلی حال میده با به ما به خصوص اینکه بعضی موقع میبینم کامنت اینا که افراد توی راه مثلا آره. از خونه تا کار یا تو راه برگشت یا سفر اینا گوش میدن خیلی انرژی خوبی به ما میده دمتون گرم دیگه از خانه تا گور آره <laughs> از خونه تا کار آره دم میگم کلی برامون توی هفته گذشته ویدیو استوری گذاشته بودن که داشتن جای مختلف گوش میدادن دمتون گرم مرسی 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 آم... امروز میخوایم یه سری از جالب هفته رو بگیم اتفاقایی که توی هفته گذشته گفتاد که خب خیلی زیاد ربط داره به جنگ حالا روسی و اوکراین و جالبیش میده برای من چیه من خب توی مدتی که من زنده بودم تا به حال نهیده بودم که یه کشوری که خب یه قدرتی داره حالا بغیر از نمیدونم می‌ترسم به کشوری دیگه بر بخوره تنها کشوری که دیدم سنکشن شده بود و اینا ایران بود یعنی مثلا روش تحریمش کرده بودن و فرس هند داشتم دنبال میکردم یعنی خودم تاثیراتش رو دیده بودم شاید کشورهای دیگه بوده ولی خب من اصلا اون موقع برام اهمیت نداشته آه توی کشوری که توی حالا اقتصاد جهانی نقش دارن این اولین باره اولین بار نمیدونم به ما تو زندگی که ما داریم میبینیم اینا این پس برای آره. من حالا روسیه اولیشه و جالبه که ببینم واقعا دارم باشون چی کار میکنم و چه اتفاقایی داره میفته یعنی مثلا نمیدونم اومدن بانکداری ایران رو مثلا تحریم کردن و خب خیلی همه ضربه دیدن و اینا ولی الان روسیه که داره اتفاق میفته امیزو شروع شد آره آهنگو اینا هم رفتیم من رقصدم دم آهنگ من وسطش برات از سپر گفتم کردیم. یه دردقه الان چهار درده هست نیستم دیگه تو این دنیا رفیقم <applause> خیلی گرست نشه این روزا میره تو هفته آره پادکست, دیگه, دیگه زده نه نه بابا با <تصفح> دوستان اگر که صده کارو آشنا بود تو پادکست دیگه برای اون بفرستید لطفا باعث مستعارم احتمالا میرم چی میگفت؟ خود رو اینجا میکنه؟ تو <تصفح> خوشی <تصفح> جای <تصفح> دیگه <تص میذاره <applause> <آیه که الله. تصفيق> خیلی بجا فرزاد این سیزن رو من خیلی میپسندم هم. آره همین میپسندم یه ذره بهم <applause> برمیخوره این کامنتی که میاد یعنی که اصلا بام حال نمیکردن تو سیزن <applause> <نه. تصفيق> ما با حال نمیکردیم <applause> بهتر شدی بعد تشویق کرد آ بهتر شدی خوبه ولی یه سری میگن اصلا این تو که همیشه نجیب بودی دیگه بفرمایید آقا میگم برام خیلی جالبه که مثلا ببینم که جامعه جهانی جوری دارن با الان مثلا با این زمان برخورد میکنن و مثلا بانکداری ایران رو مثلا تحریم کردن آره کلی ضربه خوردن و اینا ولی الان که داره مثلا روسیه بر روسیه اتفاق میفته کلی آرتیکل مختلف در موردش میاد کلی صحبت رو در موردش میشه روزنامه های خیلی مثلا مطرح جهان داره این کار رو انجام میدن با اینکه حالا احساس میکنم کاری که روسیه داره الان میکنه به مراتب بدتر از کاری که شاید ایران میتونست بکنه یعنی الان واقعا روسیه داره با یه کسی مستقیم داره جنگ میکنه دیگه حالا اون موقع جنگ های پشت پرده بود هنوز هم هست با ایران ولی خب اونور متفاوته اولین اتفاقی که افتاد که شاید اونقدر مهم نباشه نمیم فهم نه مکدونال تمام شعبش رو در روسیه بست و دیگه الان مردم روسیه نمیتونن مکدونالد بزنن دابل شا... شاید نمیدونم حالا واقعا ایمپکت فایننشالش رو روی مکدونال نمیدونم ولی مطمئنا خیلی زیاده که توی کشور بیه تمام شعبتو ببندی ها روی مکتونالد نمیدونم هیچ ندارم نه خب فکر کن چرا دیگه یه تعداد زیادی خب, خب اونجا وقتی وجود داره یه تعداد زیادی از شعب وقتی بسته بشه و این تصمیمی که گرفته میشه واقعا جالبه یا مثلا ویزا اومد تمام در واقع ترانزکشن که توی روسیه اتفاق میفته رو کامل بست و اینا خب خیلی عجیبه که داره اتفاق میفته یعنی الان آره بیزنس معنای آره چی؟ اینا عجیب ویزا مستر اینا خیلی عجیب بود مستر کارت هم این کارو کرده من فقط ویزا رو شنیدم فکر کنم مستر کارت و و میگم موقعی که این اتفاق میفته باید ببینی که چقدر واقعا دارن جدی این رو در واقع و یک پارچه دارن روسیه رو تحریم میکنن این خبره مکنال که اومد یه ویدیویی داشتن نشون میدن که این خبرگزاری ها زمان شوروی مکدونالد اونجا اولین شعبهش رو باز کرد خیلی هم سری مثل که با اقبال عمومی اصطلاحا مواجه شد توی شوروی سابق آهاد مردم ریختن و آره نشون میداد فیلم ها ایناشو خیلی پر شده بود و شعبهاشون اینا بعد این مثل که راه باز کرد بیزنس های دیگه هم شروع کردن رفتن یعنی مکدونالد مثل که جز اولیایی بود که حالا تو زمان جنگ سرد از قرب رفت تو شرق و خیلی هم موفق شد و اینا همه با آدیداس رفتن مکدونالدز <applause> <applause> آره این آدیداس خیلی چیز جالبیه در عمد تیم چلسی میگفتی بین اپیزودا دقیقا آره. چیکار کردم من نمیدونم آره با تیم چلسی چیکار کردم روسیه یه سری آدم نزدیک به حکومت داره اولیگارش والا فارسی میگن این شه مدل دیگه تلفظ میشه اینا اینجوریان که حالا زمانی که شوروی بود تا سال 1991 خب حکومت کمونیستی مالکیت خصوصی توش وجود نداره آدما نمیتونن مالک چیزی باشن همه چیز دسته حالا اون دولت مرکزیه بعد که بعد فروپاشی شوروی خب این عوض شد سیستم حکومتی عوض شد دیگه حالا حالت کمونیستی نداشت مالکیت خصوصی میتونست وجود داشته باشه یه سری آدم بودن که به هسته حالا اصلی حکومت نزدیک بودن به واسطه اون نزدیکیشون پولهای عجیب غریبی دارن این آدما توی روسیه حالا همه جای دنیا میتونن در تئوری این آدما وجود داشته باشن ولی خب تو روسیه اینا خاصن و خیلی معروفن اینا ثروت های چند ده میلیارد دلاری دارن که خیلی قابل توجهی مثلا این حاکم, حاکم. صاحب چلسی ابراهیموویچ حدود مثلا بالای 10 میلیون میلیارد دلار داره بعد اینا آره اینا خب نزدیک به حکومت هن به واسطه مثلا شرکت های نفت و گاز و این چیزای روسیه رو دارن و خیلی هم پول دارن و خیلی هم نقش دارن تو جاهای مختلف دنیا بعد که یه زمانی آقای پوتین اومد گفت نه ما اصلا همچین آدمای دیگه نداریم تو روسیه که این غلط هنوز کلی آدم این مدلی است این ابراهیم شرکت جالبی کرد به نظر من بخاطر اینکه حمله که شروع شد حالا اون آدم های روز که خارج زندگی میکنن ازشون خواسته میشد اونایی که نقش داشتن که بیان اعلام برات کنن از این حمله بگن مثلا ما موافق نیستیم و اینا اونایی هم که نمیکردن خب با کلی مشکل مواجه میشدن نمیدونم اون کسی که رهبر واکس بود توی برلین و آدمای مشابه با مشکل مواجه شدن این ابراهیموویچ خب همه میدونن که نزدیک به پوتینه دخترش اومد گفتش که نه مثلا من خودم مخالف این چیزام این خودش هیچ حرفی نزد ولی خیلی سریع گفتش که من میخوام چلسی رو بفروشم من از اون حرکت جالبی بود حالا که نه بیاد بگه که من مخالف پوتینم نه اینکه همچنان اصرار کنه اونو داشته باشه که الان اخیرا فهمیدیم چرا این کارو کرد همون اول اعلام کرد که من میخوام بزنم بفروشم الان دولت چیز بلوکه کرد باشگاه چلسی یعنی این دیگه نمیتونه بفروشتش ولی خب چه ربطی به این داره این صاحبشه خب میدونم صاحب یعنی فقط به واسطه اینکه روسیه یعنی ببین نه اینا رابطه هست رابطه نه اینا میگن چه جوری تو پولدار با... شدی اینجا رو خریدی از طریق نزدیکیت به دولتی که مورد قبول غرب نیست از تو اگه میخوای تو کشور ما بیزنس کنی یا باید بگی با اونا نیستی یا اگه نمیگی دیگه ما می میکنیم که کردن بعد این اصلا لندن هم که میرفت با پاسپورت اسرائیلیش میرفت چون حالا بر ها هم ظاهرا سخت بوده اونجا رفتن و بیزنس کردن خلاصه که جالبه چون تمیز بودن پول اینا هم زیر سوال دیگه آره همه چی تو خب آمریکا مصفن. هم خیلی ها رو دارن میگیرن و بلوکه میکنن و آره, آره ب... حالا یه اتفاقی حالا عجیب هم میفته تو نیویورک ملت پدر این رستوران های روسی رو دارن در میارن میرن ریویو یه ستاره براشون میذارن آره دیگه, اینا آره دیگه دیگه الان مثلا فرق روس با دولت روس خیلی دیگه شناخته شده نیست بابا آدم روس ممکنه کاملا مخالف جنگ باشه که اکثریتشون همینه آره. ولی همه دیگه الان فکر می‌کنه هر کی روسه مثلا بده و اینا که همچین چیزی نیستش دیگه این رفتار هم بده اینو نام... بگو اینو می‌خواستم بگم ایمان که داشت میگفت مکدونالد این کارو کرده حالا کمپانی‌های دیگه غذایی و ویزا ام... دودش تو چش خود مردم رفته دیگه مردم همه چیز مردم برمیگرد کسی که کلی اونجا دارن کار میکنن روز روسیه مثلا این طرف تو مکتونال کار میکرد حالا از بی کار بیکار شده یا حالا روسایی که بیرون روسیه هن اینطوری کار رو میگه دارن دوباره الان داستان نجات روز پرستی معمولی. میشه آدم معمولی آقا. معمولی و غیر معمولی اسپشیال ده. نه مثلا اتفاق مشابه هم اون زمانی که سفارت ایرانی ها بعد انقلاب سفارت آمریکا رو گرفتن برای ایرانی ها این میافتاد آره. باشون خیلی بد شده بودن و اینا ولی خب باز مردم عادی که داخل نیستن توی همچین تصمیم اصلا باست. هر اتفاقی که اونجا داره میفته اینجا روز شش کسایی که خارج از کشور هستن هم میره یعنی کووید اومد اینجا با چینیا ها اون چه ربطی به اونا <تصفح> آره ولی تو روسیه آره یه چیزی دیگه می‌خواستم آره آها فیسبوک و اینا هم که میدون دیگه نمیتونن برن مصرف وی پی ببین برابر شده چی شده فیسبوک هم دیگه نمیذاره بره خود روس اینا رو بسته مثلا اینکه اره این اینستاگرام هم یه چیزی که یه ویدیو که ملت نتونن میگن اصلا اون آدمایی که اونطور خیلی سخته براشون دسترسی به اخبار آزاد و اینکه بتونن بفهمن واقعا چه خبره چیزی که حالا تو اینو داری میگی من یه ویدیو دیدم نمیدونم چقدر ساعت داره ولی ویدیو دیدم که توی خیابون پلیس داشت به مردم گفت که موبایلاشون رو بهشون مثلا بدم واز میکرد نگاه میکرد مسیج ها رو مثلا نگاه میکرد چه اپلیکیشن هایی در نگاه میکرد و اینا یا اینکه مثلا میبردنشون مثلا زندان و اینا یا اینکه بهشون پس میداد میرفتن یعنی از اون ورم دولت و مثلا پلیس خود روسی هم داره الان یه به صورت خیلی دیکتاتوری دارن برخورد میکنن با مردم خودشون و چیز میکنن آره موبایل رو... حالا نمیدونم ولی مثلا هفته پیش دوشن دوشنبه و سه بود تو یه روز تو مسکو بالای دو هزار نفر آدم دستگیر شده بودن فقط به خاطر اعتراض چون آدم معمولی دیگه اونا هم که موافق این جنگ نیستن کلی فامیل آشنا دارن توی اوکراین خیلی شرایط عجیبیه ولی یه تغییر تاکتیک دادن این روسا اه نمیدونم دنبال میکرد یا نه اون کانوی بود که اون لشکر چند ده کیلومتریشون بود تانکاشون کیلومتر. بودن حالا از عکس نخش... هوایی که نگاه میکنن اینا شروع کردن استتار کردن دیگه تو خیابون پارک نیستن توی جنگل و اینا پارکن دی... دیروز یه خبرگزاری داشتم نگاه میکردم این طرف یه چیز نظامی بود داشت این عکس‌ها رو نشون می‌داد توضیح میداد میگفت اینجوری دست خط کشید دورش میگفت نگاه کن الان مثلا اینجای جنگلن ام. دیگه اونجوری واضح نیست مثلا تو تو خیابون ببینی یعنی این کارو کردن یعنی این اینکه خب اینا از شرق داشتن به اوکراین حمله میکردن شروع کردن یه سری فرودگاه و این داستان های و رو زدن ام. روسا یه سوپر مارکت مثل اینکه زده بودن یعنی دیگه واقعا داره اه. نه حالا این دلیل داره اینکه فرودگاه و اینا رو زدن به خاطر اینکه لهستان در واقع لاستون جزو ناتو تصریب کرد که حاضره که یه سری هواپیمای خودش رو بده به اوکراین چرا لهستان میده مثلا کشور دیگه نمیدن بخواد که لهستان یه سری هواپیمای شوروی سابق داره سوخو و این چیزا میگه چیه اوکراینی هم با اینا چون تعلیم دیدن میتونن اینا رو بپرونن مثلا هواپیما آمریکایی بیاد نمیتونن اون میخواست اینا رو بده برای همین ظاهرا روسیه یهو شروع میکنه آره فرودگاه های و زدن غرب اوکراین که این تغییر تاکتیکه این که این کانوی چیزشون رو شروع کردن جابجا کردن تغییر تاکتیکه بعد دیگه براتون بگم که حالا اینو میگی میگفتن که اتفاق خیلی جالب بود لهستان اومد گفتش که مستقیم هواپیما رو نمیخواد بده به اوکراین چون اگه مستقیم بده یعنی اینکه با مستقیم با روسیه وارد جنگ شده <applause> چون همه این کشورهای غرب اوکراین ما میذاریم اینجا بیام برده زیر پادریه <تصفح>